سلام عرض میکنم، کامران هستم با برنامه درس عشق. هدف کلی این برنامه های ما اینه که راجع به عشق صحبت کنیم، ببینیم عشق چیه. آخه عشق خریدنیه، عشق خوردنیه، کسی به ما عشق رو میده، ما میتونیم عشق رو به کسی بدیم. چقدر طول میکشه تا ما عشق رو یاد بگیریم، یا میتونیم بریم فقط یکی رو ببینیم بگیم من عاشق تو هم؟ 3 ثانیه طول کشید. خب بعد از اینکه عاشق تو هم، آخه خب بعد از اون چی میشه؟ من یکی از دوستا همین الان تو برنامه بهم میگفتش که جوانای ایران میگن عشق هست عین شین ق یا قاف، علاقه شدید قلبی. خب این علاقه شدید قلبی تا کجا آدمو میبره؟ من اینجا اگر بتونن دوربین به ما نشون بدن، من اینجا یه عکس قلبی رو کشیدم که اون شمای قرمزی که داخلش میبینین اون نشونه عشق و علاقه ما به کسیه. هم میتونه عشق و علاقه ما به خدا باشه یا به یک جوونی که تالا دیدیم، دخترها پسرها، با شما صحبت میکنم. بعد اینقدر عشق باید قوی باشه که اگر هر چیزی که اومد اون شم رو خاموش کنه، فوری خاموش نشه. فوری اون شم نباید با یک عصبانیت خاموش بشه. ما ایرانی ها قربونش برم زود عصبانی میشیم. قلب ما انقدر رنجوره، زود به ما همش بر میخوره. چاکرتم انقدر بر نخوره بهت، نوکرتم. خدا میگه بابا جان بر نخوره بهت. وقتی که بر میخوره شم فوت خاموش شد رفت. خب کلن هدف برنامه ما اینه که راجع به عشق صحبت کنیم. من استاد نیستم، خودم شاگردم، ولی با هم دیگه داریم یاد میگیریم. بریم. من یه چند تا شعر نوشتم، اومدم تو قلبم. بچه ها نیستم، ولی خب چند تا شعری نوشتم. میخوام اون شعرها رو امروز یه خورده با هم دیگه مرور بکنیم. ما اونایی که مسیح رو قبول داریم به عنوان نجات دهنده، معتقدیم که خداوند عشق خالصه. خداوند فقط عشق نمیورزه، خداوند خودش عشقه. خب حالا اگه خداوند عشقه، با عشقش چی کار کرد؟ نون داد، آب داد، خربوزه داد، چی کار کرد؟ این خداوندی که عشقه، با عشق چی کار کرد؟ من یه شعری نوشتم، شعر رو اگر اجازه بدین براتون میخونم. مثلا یادم رفت بگم بابا این برنامه اول ماست، با ما تو این برنامه ها باشین، مخلص همگی هم هستیم. خب عشق انسان شد و در عالم ما غوغا شد. میگه صبر کن پدر جان، یعنی چی عشق انسان شد؟ عشق فقط یه احساس نیست، عشق انسان شد. یعنی چی؟ بذار یه جوری دیگه بگم، عشق شخص شد، شخصیت داره. خب عشق انسان شد و در عالم ما غوغا شد، عشق مردان شد و درد من و ما درمان شد، عشق صورت بگرفت و سر رویش بزدیم، ضربه بهش زدیم، عشق قامت بگرفت و به صلیب بالا شد. ما اونایی که مسیح رو قبول داریم میگیم که خود مسیح انسان شد. یعنی چی؟ عشق خدا اومد تو تن انسان. ما به اون طرف میگیم عیسی مسیح. اسم ایرانیش عیسی مسیحه. حالا خدا میدونه اسم بهشتیش چی باشه، تو امریکا یه اسم دیگه داره، ولی ما منظور فقط اسم نیست، منظور اینه که اون عشقی که خدا داشت اومد انسان شد. عشق انسان شد و در عالم ما غوغا شد، واقعا غوغا شد. عشق مردان شد و درد من و ما درمان شد. خب عشق باید یه کاری میکرد دیگه، ولی یکی که عاشقه، همون اول گفتیم نباید فقط زود بهش بر بخوره، که باید یه کاری بکنه. پس اون عشق گفت من یه کاری میکنم، میرم توی زمین قدم میزنم. بعضی ها ممکنه بگن بابا جان مگه خدا میتونه بیاد توی زمین قدم بزنه؟ مگه خدا میتونه پسر داشته باشه؟ مگه خدا میتونه آدم بشه؟ کفر نگو. برای اینا یه شعر دیگه هم نوشتم. ما به خدایی که دنیا رو آفرید بهش میگیم که خدای پدر. وقتی که خود عشق خدا اومد روی زمین، خدای پدر رو پدر خوند، گفت این پدر شماست. این برای کسایی که مثلا میگن که کفر نگو، این چیزا چیه؟ کفره. گر پدر خواست پسر باشد از او، من که هستم که بگویم تو نگو. انگار که مثلا ببخشید خدا باید از من اجازه بگیره. من که هستم که بگویم تو نگو، ما توانیم که فرزند آریم، تو خدایی نگو، کفر نگو. انگار ما یه چیزی رو تو این مغز ما یا قلب ما گذاشتن، گفتن که
کفر، بابا این حرفا رو نزن به خدا، خدا خیلی بزرگتر از این حرفاست، خدا نمیتونه بیاد روی زمین، ما کثیفیم اون تمیزه. عشق انقدر درش محبت هست هر کاری رو میکنه. همون اول برنامه گفتم و تابلو رو نشون دادم، عشق خدا اون عشقی نیست که فوری مثل شمعی باشه که با یک باد کوچیک، با یک فوت کوچیک خاموش بشه. عشق خدا خیلی بیشتر از این هست. حالا یه خورده راجع به کتاب یوحنا صحبت میکنیم که به نظر من کتاب یوحنای مسیح کاملا عشق خدا رو به ما نشون میده. حتی که برادرها خواهرای مسلمونمون که تا حالا اون کتابو نخوندن، قربون اون شکل ماهت برم، این کتابو سعی کن بخون، مسیحی نشو، کتابو بخون، نامه عشقه. اول بذارید من اصلا خود یوحنا رو براتون بخونم. اول یوحنا: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. ببینید من الان دارم صحبت میکنم، کلام من رو یا حتی صورت من رو شما تو ایران میتونین ببینین، من تو امریکا، شما تو ایران، ما داریم کلام من رو ضبط میکنیم. اینم این شکلی میگه: در ابتدا کلمه بود، منظور کلمه خدا، کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود. کلمه من شاید خود من نباشه، ولی کلمه خدا خود خداست، چون کلامشه دیگه. حتی از دهنش هم بره بیرون، بخواد مثلا بیاد یه جایی قدم بزنه، بازم خودشه. همان در ابتدا نزد خدا بود، خود کلمه. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. یعنی چی؟ یعنی این کلمه خدا بود که همه چی رو آفرید. خب دوباره گفتم کلمه من شاید نتونه چیزی رو بیافرینه، حالا من میتونم به یکی دستور بدم یک کاری بکنه، ولی کلام خدا زنده است. همونطوری که گفتیم شخص، عشق خدا شخص شد، کلام خدا هم شخص شد. کلام من فیلم شد، کلام خدا شخص شد. خب حالا بریم یه خورده شعر بخونیم. لفظ خدا زنده بود، لفظ خدا دل رو بود، حرف پدر در پسر ساخت تمام بشر. منظور پدر کیه؟ خدای پدر. حرف پدر در پسر ساخت تو را این چنین. حرف پسر گوش کن، حرف در آغوش کن، خالق تو حرف اوست. اونطوری که انجیل گفت، حرف خدا ما رو ساخت، معنی تو هم در اوست. خلق در آغوش کن، جامعه او پوش کن. خب بذار یه خورده برگردیم راجع به این یتیکی صحبت کنیم. یه خورده شعرهای دیگه هم هست که من باید براتون بخونم. این حرفایی که من میزنم رو من سعی میکنم از ته قلب بزنم. از شما میخوام که از ته قلب به حرفای من گوش کنین، باورش نکنین، ولی اقلن حرفای من رو ببرین تو قلب خودتون. چون اگه حرفای من رو بخواید یا حرفای هر کسی رو بخواید فقط ببرین تو مغزتون، بعد از یه مدت انگار که یه غذایی میخوریم میره، یه خوردش میمونه. حرفی که میره تو قلب، قلب خیلی زرنگ ها، مثلا خب بعدن صحبت میکنیم، با قلب باید کار کرد. قلب ما ایرانی ها خیلی ضربه خورد، قلب ما ایرانی ها چکش خورد، دست عیسی میخورد، ولی انگار که قلب ما میخورد. عیسی روی صلیب آویزون شد، انگار که قلب ایرانی ها روی صلیب آویزون شد. واسه اینه که میگم که حرفایی که میزنم یا شعرهایی که میخونیم رو از ته قلب دوست دارم شما گوش کنین، قبول نکنین. و من از خدا میخوام که از روح القدس میخوام. روح القدس خب روح خداونده، خدایی که نه که ما اسم روش گذاشتیم، خدایی که دنیا رو آفرید. من از روح القدس میخوام که بیاد به قلباتون دست بزنه، اون میخی که تو قلبی تو قلب شما کوبیده شد رو از قلبتون بکنه بره بیرون. خود مسیح 3 روز روی طول کشید تا دوباره زنده بشه، بعد یه روزم روی صلیب بود. مسیح درد شما رو میدونه، مسیح درد من رو میدونه. کیه که تا به حال بگه که آقا قلب من، ما ایرانی ها قدیم میگفتیم که قلبم تیر خورد یا قلبم چاقو خورد. مسیح هم چاقو خورد، مسیح هم تیر خورد، قلب اونم تیر خورد. وقتی قلب یه بچه
ناراحت میشه قلب پدر مادرش هم تیر میخوره دیگه. کلن برنامه های ما، تمام شعرهایی هم که من مینویسم، تمام صحبتهایی هم که میکنیم راجع به عشق صحبت میکنیم، اینطوری نیست که ما خب تو امریکا هستیم یه برنامه برای شما بذاریم شما رو هم سرگرم بکنیم دیگه. یه عده هم خب بگن آفرین برنامه گذاشتیم، ما هم کمک مالی بهتون میکنیم. اصلا خدا شاهد، اصلا این حرفا نیست. مسئله اینه که قلب همه رو یه کاری بکنیم شفا پیدا کنه. یکی ممکنه بگه آقا تو کی هستی که میخوای قلب من رو شفا بدی؟ من خود قلب من احتیاج به شفا داره. حسین، منم یه ایرانی هستم دیگه، منم یک انسان هستم، میدونم که قلب های همه تیر خورده است، قلب های همه باید شفا پیدا بکنه. پس دوباره میگم این چیزایی که میگم و ببرین تو قلبتون، نذارین مغزتون زیاد بیاد یا عصبانی بشه بگه بابا طرف داره کفر میگه، یعنی چی که خدا انسان شد؟ این حرفا چیه؟ این حرفایی که میزنم و ببرین تو قلبتون. خب دوباره شعر یه بار میخونیم. لفظ خدا زنده بود. از خدا میخوام که این جملات رو، این کلمات رو ببره تو قلبتون، قلبتون رو شفا بده. خیلی خوبه که آدم بدونه که خدایی که ما رو آفرید، خدایی که مادر بزرگامون بهمون گفتن، خدایی که پدر بزرگامون بهمون گفتن، واقعا اومد رو زمین، واقعا زنده شد، انقدر ما رو دوست داشت خودش اومد به کمک ماها. لفظ خدا زنده بود، لفظ خدا دل رو بود. اگر واقعا به کلام خدا گوش بدیم دل ما رو میدزده. دلو چجوری میدزده؟ دلو راست میدزده. اون دزدی، دزدی خوبه. میگیم که خدایا بیا دل ما رو بدزد تا فقط عاشق خودت بشیم. اگه تو دل ما رو بدزدی، از دل ما مواظبت میکنی. خب حرف پدر در پسر ساخت تمام بشر. حرف پدر، خدای پدر در پسر که کلام خودشه، ساخت تو را این چنین. شما هر طوری که ساخته شدی، خدا شما رو اون شکلی ساخت. حالا شاید ضربه خورده باشی، اگر آدم شوخی هستی، من یکی از عموهای من خیلی شوخه، اگر آدم شوخی هستی اون طبیعت رو خدا به شما داد. اگه آدمی هستی که فقط دوست داری به فقیرها و بیچاره ها کمک کنی مثل مادر خود من، اون رو خدا بهت داد. اگر یه آدمی هستی که خیلی فعالی، پرکاری، اونم خدا بهت داد. پدر من هم این شکلی بود، هست و پر از عشق و محبت. من یادمه من که امریکا اومدم، من و داداشم که صحبت میکردیم، میگفت کامی، من داداشم منو کامی میخونه، گفت کامی شما مگه خواستی میتونی منو کامی بخونی؟ گفت کامی میدونی ما پدر ما همیشه یادته که یه وقت دلمون دست درد میگرفت یا شبا که میخوابیدیم بچه بودیم دستش میمد روی تنمون میکشید، خدا به داداشم نشون داد یا مسیح در قلب داداشم بهش نشون داد که اون عشق خدای پدر بود که تو دست راست پدر ما بود. پس ببینین خدا به همه شما عشق رو داد. بعضی وقتا تو چش شما گذاشت، یه وقت تو زبون شما گذاشت، یه وقت حتی تو گوش شما گذاشت. شما یه آدمی هستین که به مشکلات بقیه گوش میکنین. خیلی ها ممکنه بگن که ای بابا خدا کجا بود؟ اصلا خدا نیست، ما خیلی سختی کشیدیم. همین که شما تو دستت اینقدر عشق و محبته، خب اون از خداست دیگه. خدا میگه که برو این دست رو بذار تو سر یکی دیگه، برو این دستت رو بذار روی سر یه یتیم. این دست منه که من به تو دادم. خدا همه خودش رو به همه ما نداد، هر چیز خودش رو تو همه ما گذاشت. واسه اینه که ما میگیم که حرف پدر در پسر ساخت تو را این چنین. خب حالا به یکی طبیعت شوخی داد، خب ما میتونیم از این شوخی استفاده کنیم، یکی هم ناراحت بکنیم یا بهش ضربه بزنیم. شیطان همیشه از چیزایی که خدا داد استفاده میکنه که بیاد اونا رو یه جورایی بپیچونه که ما بر علیه همدیگه بلند بشیم. خالق تو حرف اوست، معنی تو هم در اوست. البته معنی تو هم در اوست، این خیلی طول میکشه تا ما متوجه بشیم یعنی چی معنی من در اوست. تمام ما انسان ها فرق نمیکنه، حالا یا فارسی زبانیم یا امریکایی یا مسلمون یا هر کسی یا مسیحی، همه ما دنبال یه معنی میگردیم. شاعری میگفت از کجا آمدم، آمدنم بهره که بود، به کجا میروم آخر، ننمایی بدنم. فکر میکنم یادم نیستا، خودتون ایرانی ها بهتر از من شاعرن. پس وقتی که ما خالق خودمون رو میشناسیم، معنی خودمون رو هم
در خالق خودمون پیدا میکنیم. اگر خالق خودمون رو بشناسیم که عشق خالصه، معنی خودمون رو در عشق پیدا میکنیم. اگر ما فکر کنیم خالق ما فقط میاد شلاق میزنه، به کسی نمیخوام توهین کنم، خدا شاهده همینطوری اومد تو دهنم، شلاق میزنه، کتک میزنه، کشیده میزنه، اگه یکی کارهای بد کرد فوری تو سرش میزنه، خب منم معنی خودم رو در اون پیدا میکنم دیگه. پس منم میگم اگر یک کسی یک کاری بدی کرد، منم برم کشیده بزنم در راه خدا. ولی اون خب در راه خدا نیست که، اون در راه خدایی که من فهمیدمه. واسه اینه که ما وقتی که خدا رو متوجه میشیم کی هست، معنی خودمون رو هم متوجه میشیم. این راهیه که خود منم دارم توش قدم میزنم. همون اول برنامه گفتیم چیزایی که من دارم یاد میگیرم و میارم خدمت شما. شاید 6 ماه دیگه من به برنامه خودم نگاه کنم بگم ای 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 این حرفا رو تو زدی، بچگونه بودا، ولی خب بازم در راه درست بود، در راه عشق بود. خب بچگونه بود، بعد این عشق ما ذره ذره رشد میکنه، عشق جوانتر میشه، عشق قویتر میشه. اگر عشق بچه هم هست، عشق دیگه چه چیزی از عشق بچه بهتر؟ خب حالا میایم به یه جایی میرسیم تو کتاب یوحنا، راجع به این صحبت میکنه که خود مسیح، کلام خدا یا پسر خدا، نور دنیا بود. ما ایرانی ها همیشه میگفتیم خدا نوره، خدا پر نوره. انقدر میگفتن خدا نوره که ما فقط تنها چیزی که از نور خدا میدونستیم انگار که مثلا هزارها برابر از خورشید نورش بیشتره که ما نمیتونیم کنارش باشیم. اینجا راجع به نورش تو کتاب یوحنا صحبت میکنه، میگه که نور اومد رو زمین، این نور خدا بود که تمام انسانها رو آفرید، ولی حتی اون انسانهایی هم که آفریده شدن از طریق نور خدا اون رو نشناختن. چرا؟ خب ماها کور بودیم دیگه. خب یکی کوره ببخشید تقصیر که نداره، نمیتونیم بریم تو گوشش بزنیم بگیم که فلان فلان شده تو کوری. میگه پدر جان کوری یعنی چی؟ من روشنایی اصلا یعنی چی؟ تو روشنایی میبینی، من تا به حال روشنایی رو ندیدم. من تا به حال هر چی دیدم همینی بود که من دارم میبینم. اسمشو شما تاریکی گذاشتین، خب من اسمشو شاید یه چیزی دیگه گذاشتم، ولی من تا به حال چیزی ندیدم. نزن منو، کشیده نزن پدر جان، منو مشتلقت نزن. من خب همینطوری کور به دنیا اومدم دیگه. خب حالا من شنیدم تو هندوستان متاسفانه بعضیا میرن، خودشون هم خب کورن تقصیر ندارن، بعضی میرن بچه ها رو میگیرن تو چششون آب مذاب میریزن یا آهن گرم میکنن میریزن تو چششون که چش بچه کور بشه، خدایی نکرده که بچه بره توی یه جایی بشینه، توی چهارراهی بشینه گدایی بکنه. ملت اگه کور رو ببینن بیشتر بهش پول میدن. ممکنه یکی دیگه ما رو کور کرد، ممکنه نمیخوام بگم یه رهبر مذهبی، معلم ما، پدر ما، مادر ما اومد یه چیزایی به ما نشون داد که این چشم روحانی ما کور شد. ولی خب تا به یه جایی که انقدر کور شد که نور خدا اومد ما ندیدیم. ولی قربون دست خدا برم، اونه که میتونه چشم کور ما که اون منظور چشم قلب ماست، چشم روحانی ماست رو دوباره شفا بده. خب حالا یه شعری نوشتم راجع به این. چهره او نور بود، منظور مسیحه. مسیح یعنی کی؟ فقط نه اون عیسی مسیح پیغمبرا، مسیح که از اول با خدا بود، کلام خدا بود، عشق خدا بود، عشق خدا انسان شد. راجع به اون مسیح دارم صحبت میکنم. چهره او نور بود، نور به ما دور بود، پرده چشمان ما مانع نور خدا. اون پرده‌ای که رو چشم ما بود، باور ما کور بود، نور به ما دور بود، باور ما آمده، نور به ما پر شده، باور عالی شدیم، طفل الهی شدیم. اینجا توی انجیل صحبت میکنه که تمام کسایی که اون نور رو قبول کردن شدن فرزندان خداوند. باور ما آمده، نور به ما پر شده، باور عالی شدیم. یعنی از باور عالی دیگه بالاتر کی میتونه بره؟ طفل الهی شدیم. مرحمت نور اوست. خب نور وقتی که اومد نه فقط چشامونو بزنه دیگه، مرحمتی داره دیگه.
نور کیه که اگر نخواد به ما کمک کنه؟ مرحمت نور اوست، فیض خدایی در اوست. از علما برکنیم، نور به جان میخریم. دوباره بگم، نمیخوام توهین بکنم به کس، به هیچ علمایی، حالا یا مسیحی یا مسلمان، ولی اینجا داره میگه از علما برکنیم، نور به جان میخریم. نور رو بخر. باور عالی شدیم، طفل الهی شدیم. از این بهتر چیه که ما طفل خداوند بشیم؟ به من نور در آغوش کن، راه پسر گوش کن. پسر که همون مسیحه دیگه، میگه نور در آغوش کن، میگه اگر نور اومد طرفت که چشاتو باز بکنه، شما رو طفل خداوند بکنه، دستتو باز بکن، اون نور رو بغل بزن. خب این از شعرهای ما بود. یه خورده شعر بیشترم داشتم ولی نخوندم، حالا در برنامه‌های دیگه به امید خدا اون شعرها رو ما ذره ذره براتون میخونیم. حالا دوست دارم که اگر میشه دعوت بکنم از کسایی که این نور خدا رو میخوان، شاید بترسن که مسیحی بشن، بگن که پدر جان ما هنوز خیلی کار داره مسیحی بشیم، یا اصلا فکر بکنیم، من اصلا نمیخوام که شما بگین من مسیحی هستم. ما رو امروز راجع به نور خدا صحبت کردیم، از شما میخوام دعوت بکنم که از نور خدا تو خانوادتون دعوت بکنین. اولین قدم بگین خدایا، اون خدایی که دنیا رو آفریدی، اگر من کور هستم یا بینا فرقی نمیکنه، من نمیدونم، چون نمیدونم فرقی نمیکنه، ازت میخوام که اون نور خودت رو بیاری تو خانواده من، نه فقط برای من که الان دارم نگاه میکنم، نور خودت رو بتابی. وقتی که نور نیست، آدم تو تاریکی قدم میزنه، هی زمین میخوره، هی میترسه. ما اون بچه که بودیم میترسیدیم ببخشید بریم دستشویی، دستشویی بیرون خونه بود، چرت ما داغون میشد، چرا نور بود؟ وقتی که نور میامد همون دستشویی بودا، صبح که بلند میشدیم خب نور بود دیگه، کی میترسید بره دستشویی؟ سابق من ببخشید میگم دستشویی، همش میرفتیم خاله رو صدا میکردیم، دایی رو صدا میکردیم، عمو رو صدا میکردیم، پدر رو صدا میکردیم، قربونت برم، من میترسم، بابا من بیا. واسه اینه دیگه، وقتی که ببخشید از اون کلام استفاده کردم، نه اینکه ما دستشویی نمیریم. یه چیزی دیگه هم قبل اینکه دعوت بکنم، بذار یه چیز دیگه بگم. یه چیزی هم که من از این نور یاد گرفتم، یه چیزی که من از این عشق خدا یاد گرفتم، اینکه بابا انقدر اخلاق مذهبی ها رو در نیاریم، راحت باشین، هر چی که تو قلبتون هست بگین. مسیح میگفت به یه عده، میگفتش که خیلی شاگردا دورش بودن، میگفت اون بچه ها رو دیدین؟ میگفتن آره. حالا به شاگردای خودش میگفت، خیلی هم دنبالشون بودن که خیلی مذهبی بودن، فکر میکردن او من دارم دنبال مسیح میرم. به بچه ها نگاه کرد، گفت تا مثل اون بچه ها نشین، پادشاهی خداوند رو نمیتونین ببینین. خب منظور چیه؟ یکی از منظورهایی که من متوجه شدم اینه، بچه چجوری میتونیم بشیم؟ آدم وقتی که بزرگ میشه خیلی چیزا یاد میگیره، خیلی چیزا تو قلبش هست، خیلی چیزا تو مغزش هست، خیلی باورا هست. وقتی که ما شیعه بزرگ شدیم، شیعه بودیم دیگه، قربون علی برم. وقتی که سنی بزرگ شدیم، اصلا چشم ما در میاد، میگیم سنی هم، قربون عمر برم. وقتی که مثلا تو یه جای دیگه بزرگ شدیم، قربون اون برم. اینا تمام این قربونا، اینایی که ما میگیم برم، همه اینا تو مغزمونه دیگه. بچه شدن یعنی چی؟ میگین خدایا من رو خودت بچه بکن، یعنی من رو دوباره برگردون به سن 3 سالگی که کسی با من زیاد صحبت نکرد، من زیاد نفهمیدم، 2 سالگی، 1 سالگی یا 1 روزگی، من رو برگردون به اونجا که من بتونم اون روح ماهتو ببینم، چون با من خیلی صحبت کردن. بچه 1 روزه رفت تو خانواده شیعه، شیعه شد بعد از 18 سال. بچه 1 روزه رفت تو خانواده سنی، سنی شد. بچه 1 روزه رفت تو خانواده زرتشتی، زرتشتی شد. بچه 1 روزه رفت تو خانواده مسیحی، مسیحی شد. ما خیلی اینجا مسیحی داریم که هنوز مسیح رو ندیدن، نشناختن، متوجه نشدن که مسیح کی هست. میدونن که خب چون مسیح رو قبول دارن، خون مسیح گناهانشون رو پاک میکنه، ولی هنوز مسیح رو نشناختن.
اون طرفی هم که مسیحه باید بره یه روزه بشه، منم باید یه روزه بشم که خداوند رو ببینم پاک. البته بچه یه روزه هم تو ذاتش گناه است. میگم پاک یعنی این تخت سیاه اینجا هنوز توش چیزی نوشته نشد. میخواین یه روزه دوباره بشین؟ میخواین این خدایی که دنیا رو آفرید شما رو دوباره یه روزه بکنه؟ اون وقت بتونین نور خدا رو ببینین؟ از خداوند بخواین، بگین خدایا منو دوباره یه روزه بکن. البته خب اینم یه برنامه است، ما این کلن 25-6 دقیقه صحبت کردیم. من نمیخوام تمام حرفای من رو باور کنین چون من یه سری شعر نوشتم. چون شعر نوشتم دیگه، چون به قول یکی از دوستان میگفت، میگفت چون این قافیه ها به هم دیگه خورد پس حقیقته. نمیخوام این رو هم قبول بکنین. میدونین چرا؟ چون میدونم اون نور، اون عشق خودش میاد حقیقت رو تو دلتون میکاره. کامران کیه که حقیقت رو تو دلتون بکاره؟ من میتونم شما رو به طرف اون هدایت بکنم اونطوری که خودم هدایت شدم، ولی اون خود نور باید بیاد. اگر نیومد دنبالش نرین. اون مسیح باید بیاد، اگر نیومد دنبالش نرین. کلامش باید قلبتون رو آب بکنه، اگر نکرد دنبالش نرین. عشق خودش باید بیاد، چش شما و چش من رو باز بکنه، اگر نیومد دنبالش نرین. خب این برنامه ما بود. حالا یه دعوت سریع هم بکنیم دیگه، ما 2 دقیقه دیگه فکر میکنم وقت داریم. یه دعوت سریع از شما بکنی، یا اصلا میدونی چیکار میکنم؟ دعوت رو که کردم براتون دوست دارم دعا بکنم. اگر دلتون میخواد چشاتون رو ببندین، گوشاتون رو باز کنین. ببخشید من گاهی اوقات دوست دارم شوخی کنم. من خب بعضیا هستن دارن نگاه میکنن از من خیلی بزرگترم، من چاکر همگی هستم، میگم گوشاتون رو باز کنین، اهانت نبود. از خداوند میخوام که نور خودش رو بیاره تو خانواده شما، حتی اگر هم از اون نور دعوت نکردین یا از اون نور میترسین. از خداوند میخوام که یک دفعه نور زیاد نره چشای شما رو بزنه، چون وقتی که ما توی تاریکی هستیم حتی یه خورده نور ضعیف هم برای ما زیاد است. خداوند میخوام ذره ذره نور خودش رو بیاره تو قلباتون، بیاره تو چشاتون، چشانتون شفا بده، کمکتون بکنه. کمک مالی میخواین، عشق خداوند الهی کمکتون بکنه. کمک جانی میخواین، اونایی که مریض هستن دستاشون رو بکنن بالا. الان من حس کردم خداوند شفا میاره. مریضا دستاشون بالا. از خداوند میخوایم که از اون نورش شما رو شفا بده. قلب‌های شکسته دستا بالا. ما قدیم میگفتن دستا بالا یعنی تفنگ اومد، اینجا میگیم دستا بالا عشق اومد. پس دستاتون رو بالا بکنین که عشق خداوند اومد شما رو شفا بده، شما رو بغل بکنه، با شما باشه، نور شما باشه، راه شما باشه. چون مسیح گفت راه منم، راستی منم، نجات منم. الهی که خداوند عمر طولانی به همه شما بده، دلای شما رو خوش بکنه، بچه هاتون رو، قدیما میگفتم بچه هاتون رو ببخشه، همه ما رو باید ببخشه، خدا ما رو هم باید ببخشه. قربون همگی برم، خدا نگهدار تا برنامه آینده.